فردن روسیه راکشیه. برین با امو فیض الله حرف بزنین که این کارش درست نیست. این بار دومه که بابام داره تدارک یه عروسی رو میبینه. آبروشو ببرم. من برای عشقمون قربانی یه میدم که توی تقدیرم و برای پیوند با اون هزینه یه که سهمه منه. خودم دیدم براش گریه یکی و قرار نداشتی راکش. پس الان چطور میتونی آروم و با اعتماد به نفس باشی؟ به عارف حسین قول دادم و سر قولم هم هستم. ولی تا وقتی که دعای تو قبول نشه. دل که دروازه به پھر سے تیری دستک مانگو تجھ سے ہی پھر اپنی پہلی سی محبت مانگو. قد تبین رشد من القی فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی لا انفصام لها والله سمیع علیم. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. صدق الله العلی العظیم. مامان فردا عروسی راکشیه. خدا خوشبختش کنه، خوشحال باشه. من همه چی رو فراموش کردم عشرت. اگه به خاطر اون بچم غمگین و ناراحت. یعنی اون میتونه فراموشش کنه؟ میتونه خوشبخت بشه؟ میتونه خوشحال زندگی کنه؟ لطفاً برین مامان. برین با عمو فیض الله حرف بزنین که این کارش درست نیست. اون قبول نمیکنه عشرت. و با چه دلیلی باش حرف بزنم؟ اگه از این عروسی منصرفش کنم چه امیدی بهش بدم؟ آیا اصلم راضی میشه؟ اصلم راضی میکنیم مامان. یه خورده زمان میبره ولی راضی میشه. فقط شما مانع این عروسی بشید. بعدم اگه اصلم پشیمون بشه خیلی دیر میشه. دیگه نمیشه کاریش کرد. فیض قبول نمیکنه. تو چی فکر کردی؟ فکر میکنی کسی با من حرف نزده بود؟ وقتی داشتم برای زینب تصمیمی گرفتم حرف زدن، ولی من اصلا هیچی نمیفهمیدم به جز این که اون بچه منه. من به دنیا آوردمش، با سختی و مشقت بزرگش کردم، پس حق دارم برای زندگیش تصمیم بگیرم. اون حتی اجازه فکر کردن نداره. وقتی بچه تو به جای این که واقعا بچت بدونی جزء اموالت بدونی، اون وقت حرف هیچ کی تأثیری نداره. باشه، حداقل اینو بگو. اگه تو هم سر این دوراهی قرار میگرفتی که یا آبجی زینب یا راکشی، چی کار میکردی؟ اونم سر این دوراهی قرار گرفته، یا تو یا باباش، همونطور که تو آبجی زینب رو انتخاب میکردی اونم باباش رو انتخاب کرد. راکشی همون کاری رو کرد که آبجی زینب کرد. دخترها همینجوری برای آبروی پدر و برادرشون از طرف آدمایی مثل ما نفرین میشن.
ببینم نمونه ها رو دیدی؟ بله دایی. میخوای بری منو تا خونه برسون؟ میخوام برم استراحت کنم. دایی من چی شده اصلا؟ دایی باید برم. کجا؟ خونه. باشه. ببین نه به زور آوردمت اینجا و نه به زور میتونم مانعت بشم، ولی یه چیزی رو یادت باشه، تصمیمی که تو عصبانیت و یهویی گرفته بشه همیشه به ضرر آدم تموم میشه. دایی میرم جلوی ضرر رو بگیرم. باشه درست، فردا برو. نه دایی، باید الان برم، زمان خیلی کمی دارم. اصلا چرا منو تو تنگنا قرار میدی؟ نکنه بازم یه اشتباه؟ خواهش میکنم دلت برای خواهرم بسوزه. نه دایی، این بار کار اشتباهی نمی کنم. بهم اعتماد کنی. دایی الان خیلی مهمه که برم، زمان خیلی کمی دارم. باش، من این کارو حل میکنم، تو برو خونه. مرسی دایی. میشنوی چی دارم میگم؟ اون داره میاد، داره میاد. فقط یه بار باهاش حرف بزن، فقط یه بار، اون وقت مطمئن میشی. این بار دومه که بابام داره تدارک یه عروسی رو میبینه. آبروشو ببرم؟ شما باهاش حرف بزنید، به حرف من که گوش نمیده. چی شده؟ اون داره میاد، میخواد باهاش حرف بزنه، میخواد مطمئنش کنی، خیالش راحت کنی. ولی این گوشیو بده من، باهاش حرف میزنم. باشه، این شمارش. مرسی باشو، اگه تو نبودی قرار بود تا آخر اون پشیمون بشم. من هنوزم نمیدونم اون کاریو که میخوام میتونم انجام بدم یا نه، ولی حداقل این حسرت نمیمونه که هیچ کاری انجام ندادم. دعا میکنم که تو راکشی به هم برسیم. نه، خودت گفته بودی به دست آوردن عشق همه چیز نیست. فقط دعا کن که راکشی یه زینب دیگه نشه و منم مثل اسکندر به خاطر عشقم اطرافیانم اذیت نکنم. راکشی به حرفم گوش کن، یه بار، فقط یه بار بهش زنگ بزن. چرا؟ تو بفهمیم چه خبر شدی. اگه امیدی باشه میتونی منتظر بمونی. قبل از اینکه اون بیاد و ناامیدتون بکنه، خودتون امیدتون رو از بین ببرید.
در ضمن من خیلی وقته که به کسی دیگه هیچ امیدی ندارم. یعنی میگی هیچ وقت بهش اعتماد نداشتی؟ واسه همین اصلا بهش امیدوار نبودی؟ من به خودمم اعتماد ندارم. وقتی من میتونم عقب بکشم، از اون چه انتظاری داشته باشم که جلو بیاد؟ این پدر منه، نه اون. حفظ کردن آبروشم وظیفه منه، نه وظیفه اون. دیر میشه دیگه، بریم. روکشی بهش بگید که منتظرم بمونه، دارم میام. راستی در ضمن اینم بگید، اینم بهش بگید که منو ببخشه، به خاطر رفتارای بدم، به خاطر تهمتایی که زدم. آره میدونم فرصتم کمه و شانس موفق شدنم هم خیلی کمه، ولی بدون در نظر گرفتن شکست خوردن یا برنده شدن میخوام آخرین تلاشمو بکنم. به عمو التماس میکنم، هر کاری میکنم، ولی نمیذارم این اتفاق بیفته. بهش بگید به من اعتماد کنه، دارم بیام. داره میاد روکشی، قول داده که بابا تو راضی میکنه. دیگه خوشحال شو روکشی. ببین اگه به خدا توکل کنی اتفاقای خوب میفته. نمیدونم چمه، حتی اگرم سعی کنم خوشحال باشم بازم نمیتونم. اگه امیدوارم باشم بازم هیچی حس نمی کنم. این حرفا رو نزن راکشی. باشه، اصلا خوشحال نشو، امیدوار نباش، ولی به درگاه خدا میتونی دعا کنی نه؟ به خاطر خودتو اصلا. خب اگه اون دعا قبول نشه چی؟ و اگه بابام قبول شدن اون دعا رو نتونه تحمل کنه اون وقت چی؟ چطوری با این عذاب وجدان زندگی کنم که واسه خودم دعای خوب کردم و واسه بابام دعای بد؟ نمیتونم همچین دعایی کنم، نمیتونم این کارو بکنم. راکشی، دعا کن برای خودت، دعا کن دخترم. اگه خدا صلاح بدونه من صد راهت نمیشم، ولی به عنوان یه پدر برای آبروی خودم و این خانواده هر چی صلاح بدونم انجام میدم. به عارف حسین قول دادم و سر قولم هم هستم، ولی تا وقتی که دعای تو قبول نشه هر چی خدا تصمیم بگیره تصمیم منم همونه. هنوزم دلم راضی نمیشه، من فکر نکنم اتفاقی بیفته. همه چی درست میشه، تو فقط دعا کن، مگه نشنیدی؟ بریم داخل، بیا. بریم تو.
بله مامزون. چی؟ کی؟ خب الان پیششه؟ الان میام. باش الان میام. عمو نگه دار، نگه دار عمو جان. دخترها عجله کنید، نمیدونم پسرم الان تو چه حالیه. آروم باشین مامان بزرگ، با ما هیچیش نمیشه. این مامانت کجا مونده؟ سری صداش بزن. داداش من دارم میرم، شما هم سری خودتون رو برسید. تمومش کن الان، چه وقت حرف زدن با تلفونه. زیر پاماتیش روشن شده که زودتر پیش پسرم برم. مادر به یکی که باید خبر بدیم، توی اینجور مواقع باید یه مرد باشه. خب من و بوشا چقدر توی بیمارستان سرگردون بشیم. وای پسرم، نمیدونم تو چه حالی. وای پسرم، هی وای، هی وای من. باشه تو بیمارستانی؟ تو 10 دقیقه دیگه میرسم. آره دارم میام، منتظرم باشه. عمو برید اون بیمارستانی که نزدیک خیابون کلسره. برو. برای خودت دعا کن دخترم. نگران نباشین سندایی، من با دکتر حرف زدم، قراره دایی رو عملش بکنن. خب دیگه فقط دعا کنین، ایشالله همه چی خوب میشه. خدا رو شکر اومدی پسرم، اینجا هیچ کس به حرفمون گوش نمیده. بوش رو پیش همه دکترها رفت ولی هیچ کس دایی تو درست معاینه نمی کرد. لطفا گریان نکنی دایی، ببینه ناراحت میشه. من کنارتونم، حواسم همه چی هست. اینا رو ببین، لباسات اومد. امروز به حساب این خیاطه رسیدم. اعصابمو قورت کرد، چند روز همش معطلم میکرد. اینه هاش آبجی، چه نیازی بود؟ بالاخره یه چیزی میپوشیدم. اولین بار نیست که عروسی میکنم. اون اولین بار عروسی میکنه، حتما آرزوهایی داره. اونم باید بفهمه کسی که داره دنبالش میاد از صمیم قلب میاد. دیگه انقدر ناز نکن، سریع حاضر شو. صدف کجاست؟ صدف داره حاضر میشه. حاضر میشه؟ ولی این چند روزه که خیلی غمگین بود. راکشی صداش زده بود. خدا میدونه دوتاشون چه حرفی زدن. بچم یهویی خیلی تغییر کرد. تو علکی نگران بودی. مگه من نمیگفتم که راکشی مادر نداشته؟ درک و شعورش بالاست و خیلی زودم با صدف جور میشه. حالا سری حاضر شو، منم باید حاضر بشم. من رفتم. مهمونا دارن خونه عارف حسین میان. تدارکاتشون شروع شده.
هنوزم دیر نشده فیض‌الله. برو باهاش حرف بزن. فیض‌الله، اون روز اسکندر از دم در خونمون رفت. از اون شب داری تو آتیش رسوایی میسوزی. حالا اگه ما دقیقه 90 عقب بکشیم، پس اونم همونقدر رسوا میشه. نمیتونه با کسی رو در رو بشه. آره میدونم، ولی... ولی چی؟ فیض‌الله باش حرف بزن، مانع رسوا شدنش جلوی مردم بشو. نگران رسوایی کی باشم؟ نگران اون یا خودم؟ من یه پدرم، اونم پدر یه دختر. هیچ که فعلا نمیتونه بیشتر از من خودخواه باشه. اگه دعای راکشی قبول نشه و اون پسر نیاد چی؟ ممکنه مادرش راضی نشه یا امجد در نهایت مخالفت کنه. خدا نکنه. اگه برای دومین بار عروسی دخترم کنسل بشه، بهتر از اینه که جلوی عارف حسین، یه آدم عهد شکن و دروغگو، جلوه کنم. خیلی آرزو داشتم که توی یه خانواده با آبرو زندگی کنم، ولی نمیدونستم که برای با آبرو موندن حتی به آبروی بقیه رحم نمی کنه. شما زندگی خیلی سختی دارین فیض‌الله. بله داداش امجد، داداش دایی فعلا تو اتاق عمله. نمیتونم چیزی بگم. نه نگیم، به مامان نگیم، ممکنه که نگران بشه. داداش امجد فقط دعا کنیم که عمل خوب پیش بره. وقتی حال دایی بهتر شد میتونین مامانو بیارید اینجا. نه نه نه، الان حرکت نکنیم، مامان ممکنه شک بکنه. آره ایشالله تا 3 ساعت دیگه با یه خبر خوب باهاتون تماس میگیرم. نگران نباشه، من کنار داییم، هیچ جا هم نمیرم. آره فقط دعا کنین و نگران نباشه. امجد لطفاً اجازه بده برم، حداقل به خاطر اینکه همسایه قدیمی بودیم. ببین الان همسایه‌مون نیست، ارتباطی هم نداریم، تعلقی هم نداریم. اون بچه
جلوی خودمون بزرگ شده امجد. اصلا چی؟ اون جلوی تو بزرگ نشده؟ اون دختری رو که میخواد الان داره مال یکی دیگه میشه، اونم بره ببینه؟ دلت نمیسوزه؟ ناراحت نمیشی؟ نه دلم میسوزه، نه ناراحت میشم و نه از چیزی هم پشیمونم. من حس گناه دارم. اگه اون به جای اصلم داره مال یکی دیگه میشه، پس من برای چی پشیمون باشم؟ امجد، من هیچ کار اشتباهی نکردم، توی این ماجرا هیچ نقشی نداشتم. تو ناراحت و پشیمونی؟ خب دلیلش اینه چون توی این اتفاق خودت یه جورایی سهم داشتی و مقصری. اشرت، اونجا میخوای بری که چی بشه؟ میخوام بغلش کنم، براش آرزوی خوشبختی کنم. حرفایی که نتونست به اصلم بگه میتونه به من بگه. من به نیتت شک ندارم اشرت، ولی اونطور که من فکر میکنم تو فکر نمیکنی. با اونجا رفتنت همون فیض عصبانی میشه، دوباره میترسه که نکنه اصلم باز دوباره سعی داره دخالت کنه. سعی کن بفهمی چی میگم. من از این مرحله گذشتم، مرحله ای که عمو فیض داره میگذره. اونجا نرو، بذار با آرامش مسئولیتشو به جا بیاره، چون حقشه. تو هم مسئولیتتو به جا آوردی، الان آرامش داری؟ چند دقیقه بایسا، دیر میشه، بریم. رکشی به حرفم گوش کن، یه بار، فقط یه بار بهش زنگ بزن. چرا؟ تو بفهمیم چه خبر شدی. اگه امیدی باشه میتونی منتظر بمونی. قبل از اینکه اون بیاد و ناامیدتون بکنه، خودتون امیدتون رو از بین ببرید. در ضمن من خیلی وقته که به کسی دیگه هیچ امیدی ندارم. یعنی میگی هیچ وقت بهش اعتماد نداشتی؟ واسه همین اصلا بهش امیدوار نبودی؟ من به خودم هم اعتماد ندارم. وقتی من میتونم عقب بکشم، از اون چه انتظاری داشته باشم که جلو بیاد؟ این پدر منه نه اون. حفظ کردن آبروشم وظیفه منه، نه وظیفه اون. دیر میشه دیگه، بریم. روکشی، وقتی این آرامش رو تو میبینم میترسم. خودم دیدم براش گریه کردی، زجه زدی، بی تو بودی و قرار نداشتی. روکشی، پس الان چطور میتونی آروم و با اعتماد به نفس باشی؟ دیر میشه.
میتونی بری اصلا. کجا؟ جایی که قرار بود بری. بابا حالش خوب میشه انشالله. اون حتما الان منتظرته. لطفا برو اصلا. دایی تو این وضعیت بذارم و برم؟ الان بودنت اونجا خیلی مهمتره. بشرا میدونم کجا و در چه موقعیتی بودنم مهمه. فعلا باعث قوت قلب ما مزرگ و زنداییم. نمیخوام ناامیدشون کنم. و اگه بعد رفتن من دایی چیزیش بشه؟ نه بشرا، نمیتونم با این پشیمونی زندگی بکنم. اگه نری پشیمون نمیشی؟ خودت گفتی بشرا، عشق به قربانی نیاز داره و پیوند به هزینه. من برای عشق اون قربانی یو میدم که توی تقدیرمه و برای پیوند با اون هزینه یو میکنم که سهم منه. و راکشی؟ اون سهم قربانی خودشو داده، حق فرزند بودنشم به جا آورده. دیگه نوبت منه، نوبت منه تو این امتحان کامیاب بشم. کانال ما رو سابسکرایب کنید. حمایت شما به ما روحیه میده. تو جسه هی پر